پیاده راحت بشین. من راحتم. رو لبه یه صندلی نشین، قشنگ تکیه بده. دست و پاتو راحت باز کن. فهمیدیم مشکل داری، کی نداره مگه نه؟ ول کن، سر به سرش نذار. چرا هول کردین؟ لاله اومد. بیا دوست من، خوش اومدی. قدیر، بهت بگم من اینجا نمیمونم. خب چی کار کنم؟ میخوای بمون میخوای نمون؟ اومدم دیگه. خوبی آقا مصطفی؟ ممنون. امشب فراد مرا در کار نیست. خب آقا قدیر، میبینم که خوبی. از دیشب تا حالا خوب خودتو جمع و جور کردی. تو باید صبح میدیدیش. عشقم، من شکی نیستم. یالا دیگه جیگر، تو هم اخواتو باز کن. خیلی خوب بود. برات حوله تمیز آوردم که اگه خواستی دوش بگیری. خیلی ممنون. شبت بخیر. شب بخیر. خیلی دختر خوشگلیه. تو عاشقشی؟ عاشقم. تو روزای بد پیشم بودی. فکر میکنی فقط چون نامزد بودی پیشت بودم؟ دیوونه. ببینم پشمون که نیستی. ها ها ها، انتظار نداشته باش گریه کنم. راحت شدم، بار سنگینی از رو دوشم برداشته شد. والا منم احساس میکنم سبک شدم. زینبونو خیلی دوست دارم، حتی بیشتر از خودم. چه خوب. منیشه تنها دلیل زنده بودنمه، نفسمه. کجا با هم آشنا شدی؟ توی برلین، درست همون موقع که همه چیزمو گم کرده بودم، همون موقع که بیکس بودم. یه روز تو پارک نشسته بودم، داشتم با سازدهنیم درد دل میکردم که یه دفعه چشمامو باز کردم، یه جفت چشم دیدم. غرق موزیکم شده بود، داشت مثل برگ میلرزید. احساس کردم تپش قلب اونم دارم میشنوم. بعدش فرار کرد، دنبالش افتادم و همون موقع قسم خوردم ولش نکنم. اینا چه جور آدمایی هن؟ آدم دخترشو، خواهرشو چطور میتونه بکشه؟ عقلم قد نمیده. نمیذارم به هیچ سرمه بزنم. Sinene sarsan beni.
خب دیگه خوب بخوابیم. شما شب بخیر عزیزم. خیلی خوب میگم که چطوره بریم اون طرف؟ همینجا راحتم. بیا بریم اون طرف راحت ترین. نکنه از من خوشت نمیاد؟ نه هیچ ربطی نداره. پس چی؟ بس کن دیگه. چرا؟ نمیخوام. چی شده؟ دستتو بکش. یکم آروم باش. تموم شد. چی تموم شد؟ تازه شروع شده. ببین منو، لابد برای همینه که عروست فرار کرده. با این اخلاقی که تو داری حقم داشته. میکشمت، میکشمت، عرض میکشمت، میکشمت. چه خبری؟ مصطفی بلوچستان، برو اون بر کاکسی. بلش کن، آروم باش. تموم شد عزیزم، تموم شد. نمیخوام بازم سیریش میشه. خیلی خوب باشی. ندیر، من برای خوشگذرونی اینجا نیمدم. آروم باش بهت دیگم. درد من چیه؟ درد این زنی که چیه؟ دیگم آروم باش مصطفی. برو بابا دیوونه، کمبودش رو سر من در میاره. برو دیگه، تو برو. برو باش عزیزم، برو تو برو، اینجا وای نستا. کمبود داره من یا تو؟ برو توی اتاق عزیزم. تو رو دادم، خیلی بیزن به این. باش برو دارم بحشی. اگه سما نیمده بودی منو میکشت. بدبخت آواره. چه تو نمیگه؟ برو دیگه. قادر بیا ما بریم بخوابیم. اگه میخوای تو هم همینجا بخواب. ببخش آیسل، من نمیخواستم. باشه باشه، مهم نیست. بیا بریم قادر. بیا عزیزم. منیژه، ببین منو به چه روزی انداختی. جزای همه این کاراتو باید ببینی. دیدمت داشتم میمردم. خیلی ترسیدم، خیلی. به خدا چاره دیگه ای نداشتم. معذرت میخوام عزیزم. مثل رویاست. خواب نیست زینب جونم، بازم پیشت میام. از دیدنت خیلی خوشحال شدم. شب بخیر. شبت بخیر. من اینجا چی کار میکنم؟ اینجا چی کار میکنم؟ لاله جونم، دهنتو باز کن مادر جونم. ببین از سوپای تو پختم، ضعیف میشی. میل ندارم سهیلا، اصرار نکن. ننه جونم، شنیدی که منیژه حالش خوبه، دیگه خیالت راحت باشه. ببین میرم استانبول. اینقدر خودتو اذیت نکن ننه، من بهت قول دادم میرم منیژه رو برمیگردونم. اصلا نگران نباش. قول میدی یوسفم؟ آره قول. بده ببینم اونو. آها، بگیر این شد. دست درد نکنه. آها بفرمایید. بدونم نفس میکشه، بفهمم پش مرده نشده، برام کافیه. وزات خوشم شدی
Zaman gibi sessiz uyur. Bu dünya dipsiz bir kuyu. Tu che mi gofti? Tu Istanbul balçıya hastam. آره راست میگی، خواهر ناتنیتم اونجاست. خیلی وقت ازشون خبر ندارم، نمیدونم هنوز اونجانی یا نه. به غیر از اسمشون که کمال بالجی و فیلیز بالجی، چیز دیگه ای نمیدونم. اینکه کجان، بازم معلمی میکنن یا نه نمیدونم. شویه پیداشون کردم. اویو ملک یزم اویو. پیداشون میکنم. Bu dünya dipsiz bir kuyu. اومدم بیدارتون کنم. صبحت بخیر. صبح تو هم بخیر. دیگه راحت باشین، مسخت ما رو فرستادم رفتن. خوبه، صبحانتون آماده است. باشه، منوشه پایین اومده؟ هنوز بیدار نشده. خب پس برم صداش کنم. خیلی خوب. منیشه؟ 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 دیگه نمیدونم باید به کی اعتماد کنم. تنها چیزی که میدونم اینه که تنهایی باید این سفر بدون. خداحافظ خیلی. منیشه؟ چی شده خلی؟ منیشه گذاشته رفته. آخه چرا؟ لعنتی، برای چی گذاشته رفته؟ نمیفهمم آخه برای چی این کارو کرد؟ وقتی نباشه من لازه کافه با خودم حرف میزنم. چی بگم؟ اگه مجبور نبودم نمیرفتم. از حالا دلتنگت شدم. منم همینطور. چیکار کنم؟ خودم رو به منسی بزنم، مثل اینا که تو تب میسوزن. بعدش هم میرم تو کما، تو خیالم میرم سر کارو بر میگردم، گردش های بی هدف هم و دلتنگی هم و همش رو مثل یه خواب به یاد میارم. البته تو واقعیت بالا سرم نشستی و دست منو گرفتی و روزی که بر میگردی منم به زندگی بر میگردم. خیلی بقیه
کنم. یکم صبر کن خلی، سعی کن آروم باشی، شاید هنوز دور نشده باشه. بیا بریم، بیا. زینب، مگه نگفتی همه رو فرستادی برم مرخصی؟ چرا؟ همینجا وایسا. بله زینب خانم. شما کی هستین؟ اینجا چی کار دارین؟ والا زینب خانم، ما رو آقا میتاد فرستاده به خاطر حفاظت از شما. خدای من، گفته بودم همچین چیزی رو نمیخوام. خیلی خب، من الان باشون تماس میگیرم. باشه. شما از کی اینجایی؟ از دیشب. ببخشید، دنبال تلفن یک کسی میگردم. میخوای یه نگاه به لیست شماره های نامعلوم بنداز؟ فهمیدم. اسمش چیه؟ شما میتونی نگاه کنی؟ کمال بالجی، فیلیز بالجی. آدرسش؟ نمیدونم. اسمشون چی بود؟ کمال بالجی، فیلیز بالجی. خیلی ممنونم. حتما بعد از خوابیدن ما رفته. اونم فکر کردن از خدمتکار است. اونم موضوع رو لو نداده. بهشون گفته باید زودتر برسم شهر. حتما یکیشون تو آژانس رسوندتش. پول زیادی همراهش نداره. آخه تو کجا میتونه بره؟ منیشه. یه خورده زمان میبره. باشه. ننم هنوز خوب نشه. از وقتی فهمیده منیژه سالمه، خدا رو شکر خوبه. موقعی که فهمید میخوای بری پیش منیژه، حالش بهتر شد. یوسف، چجوری میخوای پیداش کنی؟ آدرساشون هم هست، یکی یکی باشون تماس بگیر. تماس میگیرم. بفرما. خیلی خیلی ممنونم. سلامت. چقدر باید بدم؟ هیچی دخترم. خیلی ممنون.
از اونجا میتونی کارت تلفن بگیری. کیوسکای تلفن خیلی ممنون، متشکرم. سلامت. یه ماشین میخوام. ماشین مسئله ای نداره، آدم ها چی؟ خب همشون رو بفرست برن دیگه. داری به میتاد زنگ میزنی؟ زینبه صبح بخیر امو میتاد. صبح بخیر زینب جان، حالت چطور عزیزم؟ من خوبم. صبح توی باغچه چند تا بادیگارد دیدم، اعصابم خورد شد. اینا از کجا اومدن؟ بهت نگفتم من اینا رو گذاشتم اونجا؟ نخواستی بمونم برای اینکه خیالم راحت بشه محافظه رو گذاشتم. چرا به محافظه احتیاج دارم؟ نکنه در خطرم امو میتاد؟ نه عزیز من، این چه حرفیه؟ فقط به خاطر اینه که اونجا تنها نه. عمو میتاد بگو از اینجا برن، اینا رو که اینجا میبینم اصلا راحت نیستم. حتما. باشه دخترم، همین حالا باشون تماس میگیرم، هر طور که تو بخوای. خیلی ممنونم عمو جون. میگه محافظا رو نمیخوام. شاید خلیل پیششه. این همه آدم اونجا بوده، اون تونسته راحت بره توی خونه، همشون رو اخراج کنه. شاید هم همین الان میخوان هم دیگر رو ملاقات کنن، برای همینه که زینب نمیخواد تعقیب بشه. به محافظه بگو که از اونجا برن، اما از راه اونجا تکون نخورن، بدون اینکه متوجه بشه تعقیبش کنن تا بفهمن که کجا میخواد بره. بله قربان. الو آدم، بچه ها رو جمع جور کن. چشم سلیم، بچه ها بریم. حالا کجا دنبالش بگردیم خلیل؟ نمیدونم. الو، من دنبال یه معلم به نام فیلیس بالجی میگردم، اسم شوهرشم کماله. باشه ممنون، متشکرم. نکنه رفته پیش شوهرش؟ آخه جاییو برای رفتن نداشت. میگم یعنی اصلا امکان نداره. من ایش همچین کاریو نمی کنم. خب پس کجا رفته؟ به کی اعتماد کرده؟ تو که میگی تو استانبول کسی رو نداره. خراب کنی استانبول، کسی برو اونجا نمیتونه پیدا کنه، توی شلوغی گم میشی. نه استانبول نمیشه. چرا؟ یه چیز دیگه میری. توی استانبول سو پیدا مونی میکنم. یه همشهر بزرگیه، یه همشهری داشتیم خیریه خانم. دخترش فرار کرد استانبول، خیلی دنبالش گشتم پیداش نکردم. ما رو پیدا نمی کنه. خواهش میکنم پاشو خلیل. چیزه، میگم اول یه سر بریم آژانس، شاید اینجوری بتونیم بفهمیم تا کجا رسوندنش. همینه، آفرین. بری. بیا بریم. تلفن زنگ میزنه، زود باش. خیلی خوب، صبر کن ببینم دست و پامو گم کردم. اوف، ای خدا، میخواستم سفارش بدن، دیدی نرسیدم. اوه.
یه خورده بعد میریزن اینجا، حتی سوپ هم نداریم بذاریم جلوشون. بعد از افسردگی زایمان آبجیم همه کارا افتاده گردن من. تو را خدا جانای راحتم بذار. پیازا رو ریز ریز خورد کن، زود چی باش. درست میکنیم؟ سوپ محلی، خیلی طرفدار داره. زود باش، معطل نکن. از این به بعد اسم این سوپ محلی رو میذارم جانای، چون همش دارم من کار میکنم. مامان جون، میگم یه همکار بیاریم، منم با خیال راحت به درسام برسم. دست بردار، ولم کن، قربونت برم. خیر سر تو، 40 سال میخوای کمکم کنی دیگه. 40 سال؟ ناراحت نباش، شوخی کردم. تا پیدا کردن نفر جدید باید اداره کنی. گفتم که باشه. باشه 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 باشه. خیلی ممنون. خواهش میکنه. چی شد؟ تو محله کاراکوی پیاده شده. محله کاراکوی؟ اونجا که نمیمونه. یعنی کجا میتونه باشه؟ قبلا داشت با یکی از دوستاش صحبت میکرد، اما اسم فامیلشو نفهمیدم. حالا چی کار کنی؟ اول بریم به یخلو کیفم از هتل بردارم. باشه. به تو هم اعتماد نداره؟ مگه دیشب چی شد؟ حالا بعدم بهت میگم. اونو دیدمش، تنها بود، همین الان رد شد، داره به طرف شما میاد. بله، شما ادامه بدید. ببخشید آقا، به روستای آتاکوی و چنگلکوی میخوام برم، به هم دیگه نزدیکم. یکیش تو شام، اون یکیش هم تو بغداد. استانبول شهر خیلی بزرگیه، اما آتاکو که میخوای بری از سیرکجی میتونی با قطار بری، زیاد طول نمیکشه، با مترو هم میتونی بری، ولی ترن نزدیکتره. به سلامت. ممنونم. صبح بخیر. زور شده. خب اگه زود پاشدی یه چایی میذاشتی. صبح بخیر. میخوام برم پیش پلیس. خیر ایشالله، حالا پلیس از کجا درآوردی؟ اون زن منه، منم حق دارم. میگم فرار کرده، پیداش میکنن، تحویلش میدن، منم هر کاری دلم بخواد باش میکنم. دیوونه شدی مصطفی؟ دیوونه شدم، آره دیوونه شدم، آره. اینجوری دست و پا بسته نشستم، اینجا عقلم از دست دادم. قدیر، چیزی نیست، تو برو، چیزی نیست. دارن پولای منو میخورن قدیر، پولای من، اون بی همه چیزا، به ریشمون میخندن. باشه، حاضر میشم بریم، اما پلیس مالی در کار نیست. پایین منتظرتم. چی شده؟ چیزی نیست، اون کمربندمو از اتاق بیار. ببین من، اونو گم و گورش کن، شب با خودت نیارش اینجا. یعنی ما رو نمیخوای؟ تو را نه، اونو نمیخوام. من مصطفی رو تنها نمیذارم. پس منم نمیام. به امید دیدار. اومدم. فلیس خانم، بازم که شاهکار کردی. ما اینیم دیگه بابا، زود سرویس بده، زود زود زود. تو امروز درس نداشتی؟ متاسفانه نه. نشین، دوتا از میزا منتظر صورت حسابن. میز شماره 7 دستور پخت سوپ محلیمونو میخواد.
دیوونه است، نمیدونه اسرار رستوران ما هر کسی نمیدن. نکته اصلیشو نمیگم که، تو دستور پختشو بگو. میگم یه خوردم از عشقتون قاطیش کنین، تو برنامه‌ی آشپزی موده. آماده شد؟ من سفارشتون، بفرمایین نوشه جان. ممنونم دوست دارم. خواهش میکنم. بفرمایید، خوش اومدید. کجا داریم میریم؟ صبر داشته باش، بریم اونجا بشینیم، بهت میگم. ببینم خودکار امروت هست؟ نه ندارم. بفرمایید قربان. سلام، قلم کاغذتو بمیدی؟ حتما. چیزی هم میل داری؟ دوتا چایی لطفا. باشه. چی داری مینویسی؟ الان میگم. بیا اینو بگیم، هتل تو همین کوچه است. این نوشته رو به صاحب هتل میدی، خب؟ اون منو میشناسه. بعدش کیفمو بهت میده. باشه؟ منم اینجا منتظرت میمونم. کیف؟ خیلی خوب. زینب، حواست باشه. تو هم همینطور. آی، آی خدای من. گریه نکن عزیزم. ای خدا، ببین منم ناراحت کردی. چی کار کنم برات؟ شما رو هم ناراحت کردم، معذرت میخوام. اصلا حرفشم نزن، داخل که نیومدی. میومدی یه گلوی تازه میکردی عزیزم. نه من دیگه برم. ایشالله تو آدرس بعدی فامیلاتو پیدا کنی. ایشالله. الان چجوری به چنگلکوی برم؟ چنگلکوی از اینجا یکم دوره، اون طرفه. بهتره اتوبوس دریا رو سوار شی. اتوبوس دریا؟ آره عزیزم، طرف ساحله. هم میتونی پیاده بری، هم میتونی با تاکسی. پیاده میرم. هر طور راحتی. برو کاراکویی. میخوای بنویسم؟ لطفا. توی استانبول خواهر نوتنی دارم. بابا مامانش هم معلم. نمیدونم کجا زندگی میکنن، اما اگه بخوای پیداشون میکنی، میتونن به ما کمک کنن. آره خودشه. اما حلال کن زحمت زیاد بهت دادم، ساک منو به دست این خانم اسپار. خودش کجاست؟ همین دورو براست، نمیخواست بیاد اینجا. کار خوبی کرده، وایستا یه لحظه. سلام عرض کردیم عمو. علیک السلام. بفرمایید خانم، خدمت شما. دیگه حسابی هم با هم نداری. خیلی ممنونم. نیومده؟ نه خیر، هیچ کس نیومده. ببین عمو، به ما که کلک نمیزنی ها؟ چه کلکی بزنم؟ آخه مگه من وقت زیادی دارم با شما یکی بدو بکنم؟ تو با استغفرالله دست از سرم برداریم، برید دیگه. عمو داد نزن، وگرنه هرچی حرص دارم سرت خالی میکنم. یه بریم.
دوباره برمیگردیم. مزاحمت دیگه، کارتون همینه. وقتی کیفو میگرفتم دو نفر اومدن تو، از حال و روزشون معلوم بود همونان. این یعنی منوشه با اونا نیست. اون چیه؟ چیزه، مادرم فرستاده بود، روش عکس یه پله، حتی قوطیش هم خالی بود. معنیشو نمیدونم. یادگاری مادرمه، همیشه پیشمه. خلیل، خودشونن، همون آدمان. نارتی که یه بیشرف باید میزدم لهش میکردم. ولش کن، خدا خودش تقاصشو میده. رفتن، همونا بودن نه؟ خلیل اگه میدیدنت. باید منیشه رو پیدا کنم. خلیل از کجا پیداش کنیم؟ نکنه میخوای کوچه به کوچه بگردی؟ پیش پلیس هم که نمیتونیم بریم. یه خواهر ناتنی اینجا داره، اما آدرسشو نمیدونست، میگفت فقط اسمشون رو میدونه. خیلی خوب، اسمشون چی بود؟ نمیدونم، فقط میدونم که معلم بازنشسته. کاش اسمشون رو میدونستی، عجب وضعیه. دیگه به وایساده. خاطرتون جمع آقا میتاد، دنبالشونم تو بیغلو، تو کافه قنادی هم نمیتونم بالا، آدم هم از پشت سرشون جمع نمیخورم. خلیل، نمیخوام ناامیدت کنم، اما اینجا شهر بزرگه، نه آدرس داریم نه شماره تلفن. پیدا کردنش خیلی سخته. هر چقدرم سخت باشه پیداش میکنم. تو برو سوار شو. از بلا تکلیف خسته شدم، بالاخره باید از اینجا شروع کنم. باید بریم پیش پلیس. نمیشه، راه درستش اینه. زینب، خواهش میکنم، مخالفت نکن خلیل. یه کاسه زیر نیم کاسه است، مرگ بابا مشکوکه، اما میتات این کارا رو انجام داد. زود تموم شدن کالبد شکافی، سریع انجام شدن تشییع جنازه، اینا همشون علامت سوالم. زینب ببین، من نمیتونم پیش پلیس برم، دستگیرم میکنم. سمیح، کجایی باید شروع کنم؟ پارکینگ ساحل، منتظرتون. خلی، گرسنت نشد، میرم برات غذا بگیرم. سبکم پسرم، این کارو نکن، تو رو میکشم، من این شروعم. پسرم برو از اینجا، برو. اگه من این شروع دوست داری، میخوای زنده بمونه، از اینجا برو. اگه می از اینجا بری، می از اینجا فرار کن. پسر شیردلم، خیلی جوون مردی، یه انسان واقعی،
نمیذاره خواهرش دست اونا بمونه. آره. نجاتش میده، به هر قیمتی باشه نجاتش میده، به ننش قول داده. قولم قوله، نگران نباشین. وای، وقتی یه پسر شیر مثل تو دارم دیگه از خدا چی میخوام؟ سالم و سلامت باشی، نبینم اتونم ایرادی نداره، تحمل میکنم. ممنونتم مامان، تو هم حلالم کن. حلال پسرم، شیرم حلالت. زود باش برو دیگه، زود باش. با همون تماس بگیر، بی خبرمون نذار. باشه حتما. الو ننه؟ شما؟ چیسه؟ خلیله. خیلی ازت ممنونم. نه نگران نباش، من منیشه رو پیدا میکنم، بهت قول میدم. زینب یه ردی از منیشه پیدا کردم. چطوری؟ آره، به مادر بزرگ سنگ زدم، اسم خارناتنیشم یاد گرفتم، جانای بالچی، مادرشم فیلیز بالچی، باباشم کمال بالچی، هر دو معلم بازنشستن. میشه پیداشون کرد؟ آره، تو کتاب راهنما میگردیم، تو اینترنت هم میگردیم، شاید عضو مجله چیزی باشن، یا مثلا توی یه گروه خیریه، نمیدونم، یه جوری پیداشون میکنی. آره خوبه، بیا بریم همین الان، اول یه چیزی نخوری. زینب زود باش، وقتمون از بین میره. شروع کن. باشه. خلیل، چی شده؟ چی دیدی که اینقدر وحشت کردی؟ مراقب باش.